پیج هنوم تویز برام یه عالمه از با بازی خفن فرستاده که بریم با هم دیگه دونه دونه ببینیم. اولش این باربی خوشگل پریدریاییه که بچه این قسمت بالاش موزیکاله و رنگی رنگی هم میشه. خود باربی هم که ناکاری چه خوشگل، قیافش موهاش یه لایه صورتی داره و اگه روی گردن بندش بزنیم قسمت بالاش روشن میشه موزیکش و چراغاش، و در کل واقعا باربی خوشگلی بود. وسیله دومم این اختاپوسای مودی هن که یه طرفشون خوشحاله و یه طرفشون ناراحته. توی دوتا طرح نارنجی یا زرد و توسی و بنفش فرستادن که به نظرتون کدومش خوشگل تره؟ به نظر من اون توسی بنفشه. وسیله بعدی هم این چراغ خواب یونیکورنیه که عکسش هم براتون این گوشه ها میذارم، ببینید چه خوشگله. من که خودم واقعا عاشق این چراغ خوابه شدم. اما وسیله بعدی که ایشون روباینده دلهان، این باربیای خوشگل چشتیلهی هن. البته بیشتر از این که باربی باشن به نظر من انیمن، به خاطر همین من اسمشون رو گذاشتم عروسکای انیمهی و واقعا خوشگلن، از قیافشون بگیر تا این جزئیاتی که توی لباساش هست. خدای لباس ایشون رو نا کنید، آبی گیبوری. تازه بچه ایس جالبتر اینه که دست و پاهاشون مفصلیه، همین مدل بزرگاش همون مدل کوچولو. و یعنی بچه ها من عاشق این عروسک انیمهی شدم. این عروسکای انیمه قیمت کوچیکاش 128,000 تومانه و بزرگاشو میتونید برید از خود پیج ونوم تویز ببینید. اینم یه طرح دیگه اش با موهای توسی و لباس خوشگل بنفش که یه پاپیون بامزه لای موهاش داره. آقا انگار یه معصومیت بامزه توی چشاشون هست، میبینی؟ یعنی واسه هر کدوم از عروسکا یه لباس متفاوت طراحی کردن که به نظر من که از ویژگی خفن این عروسک انیمه ای است. بازم یه مدل دیگه شو داریم که اینکی کفشاش هم سفیده و لباس اینکی خیلی خوشگل تره، مخصوصا اون پاپیونه که ازش چیزی هم آویزون شده. و این گیپور و تورایی که استفاده کردن توی لباساش کلی لباسا رو خوشگل تر کرده. اینم یه مدل دیگه اش که لباس ایشون هم خیلی خوشگله. منم همه شما ها مثل من عاشق این عروسک های انیمهی شده باشید، خیلی بامزن. خب دیگه از این عروسک ها بگذاریم و بریم سراغ این خرگوش خوشگل با این گوشه بامزش و این پاپیون نمکی که دور گردنش رو بزن کرده، خیلی اینکی هم بامزه است. تازه بچه خیلی هم نرمه. یه دونه آویز هم داره که میتونید به شیشه هم وصلش کنید. بعدش هم این عروسک تل خرگوشی رو داریم که فقط لباس یاسیش رو نگاه کنید، دامن توری خوشگل که آستیناش هم گیپوریه، یعنی جزئیات از هر کدوم از این عروسک ها میباره. ایشون هم یه جوجه خوشگل نرم نرم نرمه که فقط لپاش رو نگاه کنید بچه ها، به لپاش انگار رژگونه زده. و ایشون هم سگ هاسکی و گربه ملوسه که این دوتا هم خیلی نمکن. بین این گربه و سگ هاسکی شما کدومش رو بیشتر دوست داشتید؟ من گربه رو بیشتر دوست داشتم. و اما بریم سراغ وسیله بعدی که یه دونه لیزر خفن برام فرستادن که بچه این لیزر تا 30 کیلومتر برد داره. الان شما این کلیپ رو ببینید، علاوه بر این که 30 کیلومتر برد داره میتونید کلی شکلای باحال باحال هم باش در بیارید. قیمت این لیزر 228,000 تومانه فقط تو پیج ونوم تویز. خب دیگه از این لیزر خفن بگذاریم و بریم سراغ این عروسک نازنازی. چیزی که تو این عروسک منو عاشق خودش کرد هودی این عروسک هست که یه یونیکورن داره و جیبای خیلی بامزه ای هم داره. یه اتیکت دستش هم نوشته میمی گرز که فکر کنم اسم سری عروسکاش باشه. تازه بچه ها موهاشو نا کنید، از پشت یک کوچولو بافته. بریم سراغ وسیله بعدی که این دوتا باربیای خوشگلن. البته 100% که متل نیستن اما بازم خوشگلن به نظر من. لباسشون خیلی بامزه است و یک کوچولو هم شبیه راپونزلن، چون موهاشون رو ببینید چقدر بلنده. بسی بچه اگه دقت کنید دستش هم مفصلیه. خب دیگه از باربیامون بگذریم و بریم سراغ این فیجت خفناک. اگه اشتباه نکنم به هیولای برفی میگن یتی و ایشون هم اسکویشی یتیه. البته این اسکویشی خیلی خوب بود و وقتی فشارش میدادی واقعا کیف میداد. ایشون هم یه اسکویشی اسفنجی تور با شکل شیر که خیلی کیوته، مخصوصا چشاشو ناکنید کاواییه. بعدش هم دوباره از همون مدل هندونه‌شو داریم و یه بار دیگه از همون مدل گربه پریدریایی بستنی تور رو داریم. خیلی این گربه بامزه است.
اما یکی از خفن ترین فیجت هایی که دیدم این فیجت شنیه. مدل هویجشه و بچه وقتی باش بازی میکنی قشنگ اعصابتو آروم میکنه. نمیدونم چه حکمتی توشه ولی واقعا روی آرامش اعصاب و روان تاثیر داشت و من خیلی از این فیجت شنیا خوشم اومد. این سراغ فیجت دایناسورمون که وقتی فشارش میدی از قسمت دهنش و کلش یه عالمه از این گلوله گلوله ای میاد بیرون. و اما وسیله بعدی دو تا اسلایم پک بستنیه که داخل این پکای بستنی اسکویشی هم داره. بچه ها نکته خفن باحالتر این اسلایما اینه که ناکنید اکلیلیان. دقیقا این خود شما که اکلیلی اگه منید این سلایما هم اکلیلیان. حالا بریم یکیشو باز کنیم و ببینیم چجوری هست. خصوصا این که همه ششم به خودم فکر میکردم این اسکویشی بنفشه دقیقا چه تریه. چون صورتیه رو میشد دید اما این یکی ها اصلا نمیشد دید که وقتی بازش کردم فهمیدم یه تیکه پنیر و یه تیکه چیز کیکه. برای خیلی ایده خفنی بود چون هم اسکویشی داره هم دونه برفی داره هم این که اسلایمش اکلیلیه و کلن این سلایمه یه پک 100% کامله. دوباره سلایم داریم اونم با طرح قوطی نوشابه. از بین این چهار تا کدوم طعمو شما بیشتر دوست دارید؟ من اسپرایت دوست دارم، یعنی این سبز. خب چون این طعمو بیشتر دوست داشتم تصمیم گرفتم اینه کیا براتون باز کنم. و دوباره اسکویشی داریم با طرح عنکبوت که از بین این سوراخ‌های قسمت بالاش این گولی گولی ها میزنه بیرون که گولی گولی های با مزه این سبزن و یه کوچولو هم اکلیلین. بریم سراغ این فیجت خامه قورباغه که یه خورده شلوغ شده. اما قبلا بهتون یاد داده بودم که اگه اینطوری شل شده میتونید از قسمت سفت پایینش یعنی این تیکه با استفاده از سرنگ بهش هوا تزریق کنید تا دوباره به حالت قبل برگرده. و ما دوباره از این فیجت های شنی با طرح گوره خر. یکی از خوبیای این فیجت شنی ها اینه که میتونید باهاش طرحهای باحال باحال در بیارید و بعد از اینکه شکل باحال رو در آوردید دوباره به شکل قبل برش گردونید. و اما فیجت کوسه‌ای وارد صحنه می شود. ایشون هم یه فیجت خامه‌ای با طرح کوسه بود که خیلی بامزه است. یه بار دیگه فیجت شنی داریم، این بار با طرح پیکاچو. وای بچه این پیکاچو خیلی بامزه است، می توانید چاق و لاغرش کنید. کلن بچه ونوم تویز هر فیجتی که فکرشو بکنید و دارن. انبه و زررت و گرخر و پیکاچو هر چی که فکرشو بکنید. راستی بچه بین فیجت ها من از این فیجت آناناس هم خیلی خوشم اومده بود. فکر کنم فیجت آبی باشه یا یه چنین چیزایی. برحال هر چی که بود کلی آرامش بخش بود و من که خیلی دوستش داشتم. خلاصه که دوستای نازنینم یادتون نره که پیج ونوم تویز رو حتماً فالو کنید که این فیجت های خوشگلم از دست. خب دیگه به پایان وسایل رسیدیم و اینم یه نمای کلی از تمام وسایلی که ونوم تویز واسه من فرستاده بود. یعنی قشنگ یک دنیا وسیله برام فرستاده. از بین تمام اینا مورد علاقه شما کدوم بود؟ مورد علاقه من که این دختر انیمه‌ایه که لباس صورتی تنش است. شما هم حتما توی کامنت ها برام بنویسید، یادتون نره ها. البته میدونم که همش مورد علاقتونه ولی خب فرض کنید که فقط یک دونه حق انتخاب داری. و در این بین 100% پیج ونوم تویز هم فالو کنید دیگه. اگه از یوتیوب این ویدیو رو میبینید خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنید و اگه از اینستاگرام میبینید ممنون میشم پیجمو فالو کنید. اگه این ویدیو رو لایک کردیدم که دیگه دمتون کلی گرم. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدید. کلی دوستتون دارم و خدافظ.